راهنمای تور بودم، اما حالا میخواستم کسب و کار خودم رو داشته باشم توی یه جای خوب شهر. اینجا محله اجدادی من بود، همه به اسمای خوب میشناختنش. آدمای خاصی اینجا زندگی میکردن، اما قضیه تغییر کرده بود. الان شده بود محل معتاد، محل مهاجر، اسما عوض شده بود، به اسم اراذل اوباش میشناختن اونجا رو. اولین باری که رفتم به محله اجدادی بعد از دوره تحصیلم سر بزنم، با 3 موتور روبرو شدم. افتاده بودن به جون هم با تیغ موکت بری. فهمیدم که کجا میخوام کار بکنم. تازه با سارا خانمم آشنا شده بودم، اولین بار قرار بود ایشونو ببینم، پدر خانممو. سال اول به دوم: محل کار شما کجا هست؟ خیلی نسبت به این سوال همینجوری استرس داشتم حالا پدر خانمم بپرسه. همش سعی داشتم اسمای خوب بگم. اسمم اونجا عوض شده بود، 100 پیش که جد من زندگی میکرد دیگه نبود. گفتم خیابون لطف علی خان زند، بچه شهر بود آقای نیرومند. کجای لطف علی خان زند؟ بعد از سرا احمدی، قبل از فلکه مصدق. ترسیده بود، گفت گودربون؟ گذشت، رفتیم توی پروسه تعمیرات. اون موقع که دیگه پدرخانم هم نبود، مصالحیه زنگ میزد میگفت که کجا بیارم، کدام کوچه هستی. راحت خودم کرده بودم، میگفتم بابا کوچه محمود عشقی، همون که به همه شیراز میفروشه. دیدی که من به اونجا داشتم با بقیه فرق میکرد. چیزی که همه میدیدن کوچه تنگ و باریک بود، سختی بار آوردن بود، سختی تعمیرات بود، تاقی بود که خراب شده بود توی ورودی خونه دقیقا، و خونه ای که هیچ زیرساختی نداشت، حتی آب این خونه نداشت. خانواده توش داشت زندگی میکرد ولی آب نداشت، برق نداشت، گاز نداشت. هم میگفتن تو این کوچه پس کوچه که تاقش ریخته، تو هر پیچیشی مداد نشسته، میخوای خونه سنتی بزنی؟ حتما توریست هم بیاری. یه سنایی هست، من اون موقع 26-27 سالم بود، سن اینه که خطر بکنی، سن اینه که چالش قبول بکنی، سن اینه که با بیپولی بپری وسط یه کار بزرگ. الانم یه هفته برای تد آماده شدم. سه سال با بیپولی گذشت. وسط دوره فوق لیسانس مرخصی گرفتم، اومدم شیراز، کار را انداختم. فقط یه دونه اتاق آماده شده بود، اونم اتاق چهاردری. قصه فقط اقامت بود. 40 یه بار در خونه سنتی رو نمیزد کسی که یه چویی بخوره. ولی من امید داشتم، صبر داشتم، خانمم پشتم بود، خانوادم هم پشتم بود. با صبر کار رو پیش می بردم، خوراک براشون درست می کردم، باشون زندگی می کردم. از این متنفر بودم که منو فقط به عنوان کسی که جای خواب میده بشناسن. برای خودم یه هرج و غرب دیگه قائل بودم. بایشون زندگی میکردم، اطلاعات در مورد ایران بهشون میدادم، بایشون گپ میزدم، معاشرت میکردم. عکسای خوراکایی که بایشون درست میکردم میذاشتم توی گوگل، میذاشتم توی فیسبوک، میذاشتم توی اینستاگرام. اونام به ما کمک کردن. توی روزنامه ها ازمون نوشتن، توی تریپ ادوایزر با 6 دونه اتاق توی بی ان بی های شیراز ما هنوز اول هستیم بعد از حدود 5 خورده کار کردن. توی لونلی پلنت و خیلی از کتابای راهنما، خیلی‌ها شاید نیومدن توی شیراز ولی خونه پرهامی اومد. یه اتفاقی افتاده بود.
دیگه خونه سنتی کم کم شناخته شده بود برای توریستا. توریستا از ملیت‌های مختلف می اومدن و این دختر گل نادیا که براتون اجرام خواهد داشت که از کسایی بود که خیلی تو اون دوره به ما کمک میکرد و گروه های توریستا رو برای ما میورد. قضیه رو دو طرفه کردم. خوراک رو رسانه میدونستم. گفتم که حالا که خوراک منو داره کم کم بالا میاره، گذاشتن خوراک توی سوشال مدیا، قضیه رو دو طرفه کنم. اگر من برای اون غذا درست میکنم در یه جایی که آشپزخونه باشه اما من گلوبال کیچن میبینمش، اونم بره غذاشو درست بکنه و بعد درباره قصه خودش و در مورد میراث ناملموس و چیزی که دور و بر غذا شکل میگیره، از باس گرفته تا موسیقی گرفته تا فرهنگ، برای من صحبت کنه. یه کیس فوق‌العاده اومد خونه سنتی. یوسوکه یه ژاپنی بود، کیمونو میپوشید، شمشیر داشت، سامورایی بود، به دو تا زبون هم صحبت میکرد، هم غیر از ژاپنی، هم زبون انگلیسی و هم ایتالیایی. به ایده شب ملل بایش مطرح کردم، گفتم میری تو آشپزونو آشپزی میکنی، بعد میریم گپامونو توی اتاق پنجدری میزنیم و در مورد جغرافیای کشور و چیزهای دیگه میگی. قبول کرد، ولی یه مصیبتی بود. یوسوکه با همون کیمونو، با همون شمشیر، حالا بچه شیراز میدونن من چی میگم، میخواست بیاد دروازه کازرون. یعنی همه بچه های اونجا میخواستن باهاش دوئل کنن. با یه مصیبتی خریدامونو کردیم. یوسوکه 20 روز پیش ما بود و ما آهای خبردار شجریان رو بهش یاد دادیم. اگه لطف کنید پلی بکنید. پلی نمیشه؟ نیاز به صدا هست فقط؟ اگر میدونید من ادامه بدم. یوسوکه اومد برای ما تمپورا درست کرد، برای ما سوشی درست کرد، سوپ درست کرد، 7 کیمونو با خودش آورده بود، انگار برای همچی شبی آماده بود. همه مهمونای ما اونجا کیمونو پوشیدن. یه اتفاق تازه داشت تو خونه سنتی میافتاد و توی گودربونی که به قول پدر خانم من روز که بری فلان، حالا شب می اومدن برای رویداد شب ملل می اومدن. اونم کیا؟ رضا کیانیان عزیز، سامان گلیز اومد کلم‌پلوی مادر منو بخوره، بوتن شکیبا، گروه بمرانی، پگاه انگرانی که یکی از عزیزترین سلبریتی هایی بود که پیش ما اومد، از شرکت جانسون اند جانسون اومدن، از شرکت رنو اومدن، کسی که گاید بوک ایرانو در واقع نوشت پیش ما اومد. من شب ملل رو فقط برای توریستا نبود که گذاشته بودم، من شب ملل رو دریچه ای می دیدم برای مردمی، ما ایرانی ها، ما شیرازی ها، برای مردمی که ویزا گرفتن برایشون سخته، مثل یه عزاداری میمونه، جیبشون بهشون اجازه نمیده سفر کنن. تازه بعضی از کشورها رو هم شاید هیچ وقت نتونن ببینن، مثل مصر دیگه، بحرین، مثل مراکش. ولی من شب ملل اونجا رو هم گذاشتم. تقریبا با 30 ملیت ما شب ملل گذاشتیم توی خانه پرهامی، از شبای سوئیسی که گرفته. این میز آموزش ما هست که دورش وای میسادیم و بقیه هم مشارکت میکنن. قضیه دو طرف است، هم ما به اونا خوراکیات میدیم هم اونا به ما. شب بلژیکی گذاشتیم، شب ایتالیایی،
شب چینی، اسپانیایی، فرانسوی، بعضی از شبها رو مثل فرانسوی دو سه بار گذاشتیم و ایتالیایی هم همینطور. خیلی جذاب بود برای من شب ملل، ولی یه قضیه ای بود. وقتی به سوئیسیه میگفتم غذا چی درست میکنی، میگو پنیر. پنیر؟ ما سوا میخوریم، اون هم به زور. تو دور افتاده ترین جاهای ایران تنوع غذاییشون بیشتر از خیلی کشورهایی که من باهاش شب ملل برگزار کردم. میدونم اونا هم خیلی کشورهایی داریم که تنوع زیادی دارن، مثل روم، مثل کشورهایی که جز روم قدیم بودن، مثل کشورهایی که چین و کشورهای دور اطرافش. اما نجف دریابندری میگه اگر مکتب آشپزی مثل چینی داریم، اگه مکتب آشپزی مثل رومی داریم، سومین مکتب آشپزی توی دنیا مکتب آشپزی ایرانیه. کی میگه؟ نجف دریابندری که قبلا عکاس بود، قبلا خبرنگار بود، الان از دریچه خوراک ایرانی میخواد معرفی بکنه فرهنگمون رو. امیدوارم که به زودی حال ایشون هم بهتر بشه. متوجه شدم که خوراک ایرانی، مثل فرش ایرانی، مثل عرفان ایرانی، مثل معماری ایرانی، جناب مهندس، فوق‌العاده میتونه جذاب باشه. آریانا باندی تو کتاب انار و گل سرخش که سام غریبیان ترجمه میکنه، میگه مثل این که ایران رو غرب سر گره به زیر فرش بکنه. حتی تو دارایتان و معارف خوراکشناسی یا گسترونوم لروس هیچ اسمی از ایران برده نمیشه. اصلا تأثیری مثل که ایران نداشته. ایران 6000 متر اختلاف ارتفاع داره. بعضی از کشورهای اروپایی صفر اختلاف ارتفاعشون، مثل هلند. این 6000 متر تنوع عجیبی از غذا و مواد اولیه میسازه. ما پسته رو، زعفران رو، زرشک رو، خاویار رو و خیلی چیزهای دیگر رو به دنیا معرفی کردیم. نشد یه مستندی رو که از بچه های کوچیک توی فسفود هفخان گرفته بودم با همکاری جناب حسنپور بزرگوار بهتون نشون بدم. بچه های ما الان زرشک و گردویی که از انگوری بوده که ایران به دنیا رفته دیگه دوست ندارن. این میراث ما هست. غیر از کباب ایرانی، آبگوشت، کوفته و آش رو ما به دنیا معرفی کردیم. هر محلی، هر جایی از ایران یه امضایی، یه ردپایی از یه خوراک خاص برای خودش داره. باسترما، چکدرمه، هواری، مچبوس و خیلی غذاهای ایرانی دیگه. ما برای هر مراسممون، برای هر اتفاقمون، میخواد عید نوروز باشه، میخواد اعیاد مربوط به دین اسلام باشه و میخواد اعیاد مربوط به زرتشتیا باشه، مهرگان و غیره، غذای مخصوص به خودش رو داریم. استان کرمان غذای معروفش چیه؟ بزغرمه. ولی همون کرمان یه هویت و یه شکل و مزه یکسان داره. ما تو سبزوار مستند بزغرمه رو گرفتیم، سبز بود. تو کرمان کرمی رنگ بود. تو میمند کرمان قهوه‌ای. کلجوش یه غذای گیاهی به نظر میرسه دیگه، ولی رفتم ماکو، آذربایجان غربی، با گوشت، دنبه، چرب و چیلی و قلم سرو میشد. تو رستوران های ما چه خبره؟ عمده رستوران هامون فقط کباب، کباب، کباب. توی خونه های ما در یک ماه کمتر از 10 غذای خونگی درست میشه. اتفاقی که داره برامون میفته، نسل جدید سنش از نسل های قبل خودش داره کمتر میشه به خاطر رژیم غذایی غلطش.
و ما داریم این میراث ناملموسمون که رسانه‌ای به نام خوراک باشه رو هی تضعیف میکنیم. وقتش بود شب اقوام رو شروع بکنم. فوق‌العاده ترین شبی که به ذهنم رسید شب زرتشتی بود. الان بهترین فصلشه، نزدیک یزد یه جایی هست به نام تفت، زرتشتی هستن، ازشون دعوت کردم اومدن خونه سنتی، برای ما مشتک درست کردن، برای ما گل و ولی درست کردن و نون سیرک پختن. قصه مثل شب ملل بود، شبای مازنی، گیلکی و کاشانی هم داشتیم. اینا هم مثل شب مللی ها می رفتن توی آشپزخونه و شاید کم اهمیت ترین بخشی که برای من وجود داشت رسیپی و نحوه درست کردن غذا. من قصه می خواستم. دنبال این بودیم که چرا ایرانی قهوه خور شده چای خور؟ چرا سیاست باعث این شده؟ نکنه باید انگلیس چایشو میفروخت و روسیا قندشو؟ من دنبال این بودم که چرا یه غذایی رو مثل فسنجون جلوت میذاری؟ بافت خیلی جالبی نداره، مثل استیک رو بازی نمی کنه که کاملا مشخص باشه چیه، اما میذاری دهن مزه بهشت میده. یکی از محبوب ترین غذاها برای توریست ها است. آشپزی ما، خوراک ما، مثل فرهنگ ما فوق‌العاده رمزآلوده. توی تاریخ هیچ وقت غذا فقط وسیله‌ای برای رفع گرسنگی نبوده. همون موقعی که گندم از خاورمیانه به تمام دنیا میره، برنج از چین میره، موز از استرالیا میره و ذرت و سیب زمینی از آمریکا میاد، فرهنگم باهاش میاد، بعضی چیزها رو تغییر میده. سیب زمینی 250 سال اومده ایران، گوجه فرنگی 160 سال، ربع گوجه از اینم کمتر، و هویت غذاهای ما رو کلن تغییر میدن، فرهنگ ما رو منتقل میکنن، فرهنگ اونا رو هم برای ما به ارمغان میارن. مقصد، وقتی ما به یه مقصدی سفر میکنیم به جاذبه های مختلفی سر میزنیم، ولی حتما خوراک محلی اونجا رو هم میخوریم. علت چیه؟ علت اینه که ما فرهنگش رو میخوایم جذب کنیم. برای همینه که اگه میریم ایتالیا تاکو پاستا میخوریم و اگه بریم مکزیک تاکو میخوریم. چیزی که مردم میخورن نشون میده کی هستن و از کجا اومدن. خوراک قدرت داره، خوراک تمدن ساخته، خوراک باعث جنگ شده، خوراک وسیله هست برای عشق ورزیدن، خوراک باعث کشف قاره‌ای به نام آمریکا شده، اما خوراک باعث فحش خوردن هم میشه. خیلی خوب بود که خوراک پرهامی رو معرفی کرد، اما اگه بتونه یه جای دور افتاده رو معرفی کنه. پرهامی در شیراز، مثلث گردشگری ایران، اما اگر بتونه روستاها و جاهای کوچیک معرفی کنه اون وقت که میشه یه رسانه قوی. پروژه گردشگری خوراک رو ما یک سال شروع کردیم با جعفر میراشرفی از دورنیست و مستندسازهای دیگه که بگیم میشه با خوراک جاهایی که دور از دسترس هستن رو هم معرفی کرد. خانه پرهامی با بیلبورد معرفی نشد چون پولشون نداشت، با تلویزیون و رادیو معرفی نشد، خانه پرهامی با مجله و روزنامه معرفی نشد، فقط و فقط خوراک بود. من سروش پرهامی هستم. کار من ایجاد تعامل دوستی و انتقال فرهنگ با رسانه‌ای به نام خوراک هست. You and how did you overcome what you've been through? The title of the message that I've been given is transforming the walls into doors. When I speak corporately, the line that I like to use is changing obstacles into opportunities. Now I'm very well aware to
to share with you as well. I know that there are a billion people going hungry today. I know that this year a million people will commit suicide. It's one every 40 seconds. We're all looking for hope. Hope you can't just have just because you were born with hope. No, we're born with pain. We're born and live through difficulties. And in our life, my parents always taught me that even though we don't know why I was born this way, that we have a choice. Either to be angry for what we don't have or be thankful for what we do have. The greatest thing is love. When we feel like we don't have enough love and we don't have enough hope, we start losing strength to live. For me, in my life as a child, I had a big wall. I was surrounded by four walls and a low ceiling of opportunity. I was set free in so many different ways, and especially surviving from day to day with my parents who loved me, who encouraged me, who told me that I was beautiful the way that I was. And the world is a hurting place, and the world needs hope, and the world needs love. Without hope, we feel like, why are we here? Well, brokenness. Here's mine. Today, I still have no arms, no legs, but everything's changed. Everything. For me, I was looking for hope and happiness, and I couldn't see it for many years. In fact, if this side of the table represents my hope, truth encourages me to become all that I can be. But then we have lies every day coming in our mind, people who discourage us. You know the people that you have in your life who, no matter how good of a day you're having, it discourages in your life. They're not your biggest discouragers. You are. When you hear those words and then your mind starts growing with these lies. Nick, you're not good enough. Nick, just give up. Nick, you're never going to get a job. You won't get married. You can't even hold your wife's hand. What kind of a father are you going to be if you can't even pick up your kids when they're crying? Just give up. Just give up. Just give up. Give up. Just give up. And see ugly instead of valuable. I want to ask you today, what are you looking for? If I gave you $1 billion, would you be happy? If you gave me $1 billion, I'd be very happy. But then if my mom dies tonight, am I happy? No. Of knowing who you are and why you're here. William Barclay, he said, the greatest 2 days in anyone's life, the day you were born and the day you knew why. But I hope you are inspired to know that if I can dream big, then so can you. There are no walls. Find your peace and you'll make your walls doors. Thank you so much.